سلام سلام، امیدوارم که همگی دوشنبه خیلی خوبی داشته باشید. سلام منیژه جان، امیدوارم که شما هم خیلی خیلی خوب و سرحال باشی، ویکند خیلی خوبی داشته باشی. سلام سلام محسن جان، مرسی عزیزم، خیلی عالی مثل همیشه، هر روز عالی گذشته برای تا پاکرم همینطور بوده باشه. مرسی که منو دعوت کردی. خواهش میشه، خیلی ممنون که دعوت منو پذیرفتی. میدونم که اونجا هم الان شما تو جرمنی هستی و جالب اینجاست که کانادا لانگ ویکنده، اینجا فامیلی دی هستش، ولی شنیدم که شما هم اونجا تعطیلی، درسته؟ بله بله، اینجا یه چند روزی کارناوال هست، نمیدونم این اسم برات آشناست یا نه. آره. خلاصه جشن و پارتی و مهمون و اینها که من دوشنبه هم تعطیل بوده. خیلی هم عالی. خب ما اول از همه معذرت خواهی میکنم برای همه عزیزانی که شاید منتظر بودن که این لایو از ساعت 1 ما و از ساعت 6 بعد از ظهر منیژه جون ببینن. یه ذره طول کشید تا ما وارد لایو بشیم، یه ذره تکنیکال دیفیکالتی داشتیم، ولی خب دیگه دنیای آنلاین و تکنولوژی و از این اتفاقات توش معمولا میفته. ولی امروز اینجا هستیم با منیژه جون عزیز از آلمان. منیژه جان اگه میشه لطفاً برای عزیزانی که دفعه اول شاید شما رو توی پیج من میبینن و حتی توی پیج خودت ممکنه دفعه اول دارن میبینن، یه مقدار از خودت بگو و یه مقدار بک‌گراندت رو برای ما لطفاً تعریف کن. بسیار عالی. من منیژه صادقی هستم و پیجام به اسم منیژه ساده است. دوستان عزیزانی که میبینن پیجام رو احتمالاً بدونن اینو. صد درصد. بله، من 8 ساله که در آلمان هستم و هم به خانواده و در این 8 سال همه تلاشم رو کردم که در درجه اول زبان آلمانی یاد بگیرم و به این ترتیب زبان انگلیسی پرید رفت. و دیگه براتون بگم که در حال حاضر فول تایم کار میکنم اینجا در آلمان، بهش میگن کیندرپلگر، مثل نمیدونم به انگلیسی فکر کنم بیبی کیر میشه. دقیقاً دی کیر بهش میگن توی آمریکا، کیندرگاردن هم بهش میگن و همون شبیه همون چیزی که شما میگین، درست؟ بله. یه محل کوچیکی رو اجاره کردم برای خودم کار میکنم، درآمد خیلی خوبی دارم، خیلی راضی هستم. من کار با بچه ها خیلی دوست دارم، خیلی حس خوب میده و انرژی داره برای من. منتها برای من همیشه برای کار کردن شرط اولین بوده که من شف خودم باشم، بوس خودم باشم. یعنی اصلا تصور این که بخوام برای کسی کار کنم برای من سخت بوده و اون کار برای بچه هام این بود که من خودم برای خودم کار داشته باشم و این موقعیت رو دارم که الان برای خودم باشم، کسی بالا سر من نیست، کارم برای خودم. چقدرم عالی، خیلی جالبه. من از شما از این نظر عقب‌ترم خیلی زیاد، چون من همیشه کارمند بودم و خیلی هم میترسیدم اتفاقا بیزنس خودم رو داشته باشم، چون اصلا هیچ زمینه بیزنسی هیچ وقت نداشتم و همیشه توی شرکت‌های مختلف کار کردم و تازه واقعا با این بیزنس دارم، بیزنس و دنیای بیزنسی رو میشناسم. حالا که اینو مطرح کردی منیژه جان، یه سوال ازت داشتم که فکر میکنم خیلی جالبه برای کسایی که، چون ما تو پیجمون خیلی از عزیزان میان که مثل خود من مثلا بیزنسی نداشتن یا هیچ بک‌گراند بیزنسی نداشتن. بله. شما که خودت بیزنس داری و خودت برای خودت کار میکنی و همین که میگی لذت میبری، چه چیزی باعث شدش که به فکر بیزنس آنلاین بیفتی و اینکه شاید بهتر بگیم مثلا چه تفاوتایی دیدی برای، یعنی چه مزایایی تو بیزنس آنلاین دیدی که بیزنس آفلاین مثل جایی که کار میکنی ممکنه بهت نده اون مزایا رو؟ بله، خب همینطور که گفتم خیلی دوست داشتم که هر جا کار میکنم به هر شکلی رئیس خودم باشم. این برای من خیلی مهم بود. خب ولی این کار درسته که این کاری که الان دارم فول تایم رئیس خودم هستم، ولی ساعت‌های کاری آزاد نداشتم برای خودم. یعنی من حتما بعد از صبح تا بعد از ظهر سر کار میرفتم، یعنی نمیتونستم به غیر از این نمیتونستم درآمد داشته باشم. در همین حین من همش به این فکر میکردم یه کاری باشه که من ساعت بازتر و بیشتری برای خودم داشته باشم، برای این کاری که دوست دارم انجام بدم، مثلا هنرایی که دوست دارم همیشه برم دنبالش، ساعت‌های بیشتری با خانواده‌ام باشم. ولی این کار فول تایم من به من این اجازه در حال حاضر نمیده، برای همین همیشه توی فکر من بود تا اون موقعی که با این آنلاین بیزینس آشنا شدم و چقدر خوشبختم الان. خوب دارم. یعنی اینقدر فضا پر از انرژی خوب و حال خوبه که بارها شده تو ذهنم اومده چرا من زودتر برخورد نکردم. دقیقاً.
آره، برای من نکته اولش این بود که من اوقات فراغت بیشتری داشته باشم، برای خودم باشم و بتونم اون کاری که دوست دارم رو انجام بدم. یعنی که درآمدی رو داشته باشم، کسب بکنم، ماهیانه به جای برسم که درآمد ماهیانه داشته باشم که بتونم اون کاری که دوست دارم و هر جای دنیا که هستم خواستم مسافرت برم بتونم انجام بدم، کارم هم همراه هم باشه و این بیزینس آنلاین الان که توش هستیم این موقعیت واقعا ایجاد میکنه. از این بابت من خیلی راضی و خوشحال هستم. عالی عالی، خیلی به نکته جالبی گفت اشاره کردی، به خاطر اینکه همون که گفتی تو الان باس خودت هستی، به قول معروف خودت برای خودت کار میکنی، ولی بازم زمانت با اون زمان در واقع پدر مادرها به هر حال زمانی که احتیاج دارن بچه هاشون جایی بذارن به اون زمان محدود میشه. ولی همونجوری که گفتی بیزنس آنلاین رو دیگه هر زمانی که بخوای، هر جایی که بخوای اینترنت باشه در واقع داری کارتو انجام میدی دیگه. و بیزنس ما هم جالبیش اینه که هم فانه هم یادگیریه در واقع. خیلی وقتا مثلا تو پستایی که میذاری ممکنه در مورد خودت باشه، در مورد تفریحی که داری میکنی باشه، یا مثلا خیلی وقتا شده من رفتم قدم زدم در مورد چیزی که برام جالب بوده یا مثلا یادگیری به بقیه میداده، فیلم گرفتم، ویدیو گذاشتم و خب این خیلی فانش هم میکنه. دقیقا. و خیلی خیلی جالبه، خوشحالم که تو هم توی این بیزنس آنلاین یه مزایای بزرگی رو دیدی که بخوای سویچ بکنی و وارد این مزایا بشی. و همونجوری هم که خیلی توی صحبتامون گفتیم این بیزنس هم یه چیز خوبی که نه فقط این بیزنس، کلا بیزنس آنلاین یه چیز خیلی بزرگی که داره اینه که انقدر داره گسترده میشه که دیگه کم کم همه چی از حالت بیزنس آفلاین، این که آدم بره جای مشخصی کار بکنه، دیگه شیفت میکنه به فقط آنلاین بودن و تکنولوژی و یادگیری و اینا. یعنی واقعا من فکر میکنم یه مهارتیه که همه ما باید یاد بگیریم و من خودم هم همونجوری که میگیدم میخواست خیلی زودتر از این شروعش میکردم، ولی خب ترس از محیط آنلاین بهم اجازه نداد و من یه مدتی عقب انداخت از این قضیه. ولی خوشحالم که اینجا هستیم و خوشحالم که اینجا با یه آدمای خیلی پر انرژی و مثبتی مثل شما آشنا میشیم و از همدیگه یاد میگیریم. واقعا مرسی مهسه جون، واقعا اینی که اشاره کردی بهش اتفاقا امروز به توجه من اومده بود که چقدر خوبه این محیط و این گروهی که ما توش هستیم، اون افرادی که توی این بیزینس هستن. یعنی واقعا هیچ کلمه، هیچ حرف، هیچ صحبتی به غیر از چیز خوب، انرژی خوب، حس و حال خوب، خوشبختی توش نیست و این موضوع رو هیچ جا توی هیچ گروه دیگه پیدا نمی کنی. نقدر حس و انرژی بالا، همه دارن به هم دیگه انرژی میدن، یعنی اصلا فوق‌العاده است. من فکر نمی کنم هیچ جا توی هیچ کار دیگه یه همچین چیزی پیدا کنیم، این که همه همدیگر رو پول میدن به سمت اینکه برن بالا. خیلی خیلی زیباست، خیلی خوبه، خیلی عالیه. منیژه جان، من فکر میکنم یه سوالی رو خیلی از عزیزان از ما میپرسن و میدونم که بعضی از عزیزان هم دارن نگاه میکنن، شاید بعداً هم ویدیو ما رو بخوان نگاه بکنن. یکی دو تا سوال خیلی رایج هستش که فکر میکنم مطرح شده و شما هم میخواستی همون رو اینجا مطرح کنی که ما بتونیم بهش جواب بدیم و یه ذره بیشتر آشنا بشن با بیزنس ما. من فقط خیلی کوتاه میگم که این بیزنس برای کسانی که شاید ویدیوی ما رو در دفعه اول یهو مثلا تو صفحهشون باز میشه نگاه میکنن، بدونن که این بیزنس، بیزنس بازاریابی آنلاین هستش و ما در واقع از طریق یک سیستم خیلی خیلی کامل که همه چیزو برای ما آماده کرده بهش وصل میشیم و به یه سری شرکت‌های خیلی معتبری از طریق اون سیستم وصل میشیم. به ما یاد میدن با یه آموزش خیلی قوی که چطوری بازاریابی آنلاین رو انجام بدیم از طریق پلتفرم های مختلف و بعد هم شروع کنیم به تبلیغات و کسانی که علاقه‌مند میشن وارد این بیزنس میشن، ما از طریق اون شرکت هایی که بهشون وصل هستیم و پارتنر ما هستن یه پورسانتی دریافت میکنیم و این برای کسانی که وارد بیزنس میشن و همین طریق ادامه پیدا میکنه و بعد هم دیگه به درآمدهایی میرسن که خیلی ها دیگه همین که من مثلا من هدف من و هدف شما هم میدونم این هستش که در نهایت بعد از یک مثلا یک سال دو سال بالاخره رسیدن به اون موفقیت برای هر کسی هم فرق میکنه، بستگی داره که چقدر آدم براش وقت میذاره، ولی معمولا دیگه از دو سال به بعد خیلی ها از کاری که دارن اگه خیلی مثلا ممکنه دوست نداشته باشن ادامه بدن تو اون کار، میتونن مثلا کامل شیفت کنن به بیزنس آنلاین. من خودم مثلا هدفم این هستش که دیگه از کار کارمندی در بیام و منم بتونم برای خودم کار کنم، کامل بتونم بیام این بیزنس رو داشته باشم. یعنی این قابلیت‌های خیلی خیلی بالایی داره این بیزنس.
ولی من فکر کنم یکی دو تا سوال بود می‌خواستی مطرح کنی، اگه میشه اینجا سوالا رو مطرح کنیم که جوابش هم بدیم به عزیزان. آره مهسا جان، این سوالی که توی همین هفته گذشته زیاد از من پرسیده شده اینه که ما چه محصولی داریم. یعنی وقتی میگیم که آنلاین بیزینس مارکتینگ، همه به این فکر میکنن که محصولات بهداشتی، یه سری محصولاتی که شاید همه جا شنیده میشه و خیلی دوست دارن که اینو بدونن ما با چه شرکت هایی کار میکنیم و چه محصولاتی رو داریم. آره. شما که قدیمی تر هست نسبت به من، الان دوست دارم که این سوالو برای همه داشته باشیم از طرف تو. آره 100%، این یه سوال واقعا رایجه که خیلی خیلی در مورد سوال میشه و دلیلش هم این هستش که من فکر میکنم ما هممون عادت داریم به اینکه یک چیز، یه در واقع یک محصولی رو در دست داشته باشیم و تبلیغایی که میبینیم اکثرا تبلیغ محصوله. مثلا کسی حتی تو سوشال میدیا میادش، مثلا داره تبلیغ لوازم بهداشتی میکنه یا تبلیغ لوازم خونه میکنه. ما در اینجا در واقع بازاریابیمون به صورت این نیستش که مستقیم بخوایم محصولات اون شرکتایی که بهشون وصل هستیم رو بفروشیم و اون شرکت‌ها هم بیشتر توی همین زمینه هلث هستن، تو زمینه تراول هستن، تو این زمینه‌ها بیشتر این شرکت‌ها هستن که به ما وصل هستن و کوالیتی در واقع پروداکت‌هاشون خیلی بالا هستش. یعنی کسایی که وارد این سیستم میشن اون پروداکت رو با توجه به بودجه‌ای که دارن، با توجه به علاقه‌ای که برای خودشون دارن، یکی از اون پروداکت‌ها رو برای استفاده شخصیشون می‌خرن. یعنی ما هیچ کدوم از اون پروداکت‌ها رو تبلیغ نمی‌کنیم و همین دلیل هستش که ما اینجا اسم پروداکت خاصی رو نمیاریم، به خاطر اینکه اصلا تبلیغی در مورد اون پروداکت‌ها نمی‌کنیم. ما در موقع تبلیغ اصلیمون در مورد این هستش که یاد بگیریم از سیستم آنلاین استفاده کنیم، از پلتفرم های مختلف، چون هر پلتفرمی یه الگوریتم خاص خودشو داره. یعنی مثلا من توی فیسبوک اگه میخوام برای عزیزانی که علاقه من هستن تبلیغ کنم، باید به یک مدل خاصی یه سری ترینینگ خاصی رو دنبال بکنم تا بتونم کسایی که علاقه من هستم و پیجم رو بهشون نشون بدم. این مسئله توی اینستاگرام فرق میکنه، توی یوتیوب فرق میکنه، توی تیک تاک فرق میکنه و هر پلتفرمی یک آدینس و یک بیننده خاص خودشو داره. ما در واقع این علمو داریم یاد میگیریم و به سیستمی که وصل هستیم، یک سیستم در واقع یک سیستمی هست که من اسمشو میذارم مثل یه ماشین، مثل این که ما از این ماشین استفاده میکنیم. این ماشین توش ترینینگ داره، توش کوچ داره، منتور داره، سیستم ادمنستریشن داره، یعنی سیستمی که کارهای ما رو به صورت اتوماتیک انجام میده، برای ما وبسایتمون رو آماده میکنه و ما رو به یک سیستم ایمیل اتوماتیک وصل میکنه. این ماشین در واقع یه پکیج کامل برای ما هست، ما بهش وصل میشیم. از طریق دیگه یه سری شرکت ها به این وصل هستن که ما پروداکت ها رو برای خودمون میگیریم و ما تبلیغات رو برای زندگی آنلاین میکنیم. یعنی میگیم کسی که دوست داره بیاد از دنیای آنلاین استفاده بکنه، بیاد یاد بگیره، اول استفاده از هر پلتفرم رو یاد بگیره و اینکه چطوری تبلیغات بکنه رو یاد بگیره و اون پروداکت ها رو در واقع ما به صورت، یعنی با تبلیغایی که میشه و کسایی که علاقه مند میشن میان وارد این سیستم میشن، اون پروداکت های اون شرکت رو دارن میخرن. پس در واقع غیر مستقیم ما داریم برای اون شرکت تبلیغ میکنیم ولی اسم پروداکتش رو نمیاریم، به خاطر اینکه هر کسی، باز دوباره همونجوری که گفتم، با توجه به بودجه خودش و با علاقه خودش باید بیاد کل پروداکت ها رو ببینه و اون موقع انتخاب بکنه. ما اگه اینجا مثلا بگیم من فلان پروداکت رو خریدم، دارم تبلیغش رو میکنم، چون در واقع دارم تو فضای اجتماعی صحبت میکنم و من قصدم و اصلا سیستم اینجوری طراحی نشده که من بخوام تبلیغ پروداکتی رو بکنم. برای همینه که اسم خاصی گفته نمیشه هیچ وقت و برای همینه که در واقع در موقع محصول خاصی ما تبلیغ نمی کنیم. پیج منیجر جون اگه همه عزیزان ببینن، پیج منو اگه ببینن، ما فقط داریم در مورد زندگی آنلاین و یادگیری سکیلز و تمام مهارت های استفاده از پلتفرم های آنلاین رو تبلیغ می کنیم. بله. که در واقع بعدش هم الان مثلا منیجر جون خودش منتوره، من خودم منتور هستم و یه کوچ داریم که به ما کمک میکنه که توی این مراحل ما خودمون به کسایی که وارد میشن توی این سیستم کمک میکنیم، کوچمون هم به ما کمک میکنه که به هر جایی مثلا مشکلات تکنیکی داشتیم، مشکلات هر سوالی داشتیم، با هم دیگه در میون میذاریم و با هم داریم در واقع این سیستم رو یاد میگیریم.
در واقع میشه گفت یه جواب کلیه به این مسئله. و کسایی که دوست داشته باشن، علاقه داشته باشن که بخوان دیتیلش رو بدونن، خیلی ها میگن خب سرمایه گذاریش چقدره، خیلی ها میگن خب من مثلا باید محصولاتش رو ببینم کدوماش رو دوست دارم، یا اینکه من میخوام پلت مثلا بیزنس پلان رو کامل بفهمم که این خوبه، حتما باید بیان تحقیق کنن، حتما باید بیان خودشون متوجه بشن. و بهترین کارم این هستش که در واقع قدم به قدمی رو که این سیستم برام گذاشته دنبال کنن. همونجوری که من اینجا جون من میدم خودت این کارو کردی، منم خودم این کارو کردم. یعنی در واقع ما هم هی سوال داشتیم، چون برای منم خیلی عجیب بود، میگفتم خب من هیچ محصولی نمیبینم، من کجا بخوام انتخاب بکنم؟ ولی خب واقعا چون دلیل داشتم که بخوام از سیستم آنلاین استفاده کنم، خودم واردش شدم، رفتم اول یه وبینار 90 دقیقه‌ای رو که فری آف چارج، یعنی پولی براش نمیدیم، اون وبینار رو نگاه کردم، یه اطلاعات کلی گرفتم، ولی برای اینکه بفهمم شرکت‌ها چه شرکت‌هایی هستن، چه پورسانت‌هایی میدن، چه طبقاتی داره و اصلا چه محصولاتی دارن و همه اینها، وارد یه دوره آزمایشی 30 روزه شدم که اونجا همه چیز رو خیلی خیلی کامل توضیح دادن، که خب من واقعا فهمیدم که چقدر پتانسیل این سیستم بالاست و واقعا سیستم خیلی کاملیه. یعنی من هیچ سیستم آنلاینی ندیدم که هم پروداکت بهش وصل باشه، هم آموزش خیلی کامل داشته باشه، هم کوچ و منتور داشته باشه، و همین که گفتی یه کامیونیتی و یک گروهی که اینترنشنال هست دیگه، این سیستم یعنی داره در تمام دنیا کار میکنه. الان شما تو جرمنی هستی، من تو کانادا هستم، خیلی ها توی فیلیپین و توی مالزی و همه جا، فقط تنها جایی که متاسفانه کار نمیکنه ایران و افغانستان دیگه، که ایشالله درهای اونجا هم باز میشه و بتونن تمام عزیزان چه افغان چه ایران فارسی زبانمون در واقع بتونن از این سیستم حتی توی اون کشورها هم ایشالله به زودی استفاده بکنن. بله دقیقا، مرسی ازت محسا جون، خیلی خیلی توضیحات کامل و جامعی بود، مرسی ازت، لطف کردی. خواهش میشه. من فکر کنم که این لایومون رو اینجا کوتاه کنیم ببندیم که عزیزان بتونن استفاده ببرن، که مثلا خیلی هم به قول معروف خسته کننده و طولانی نشه، ولی پیشنهاد میکنم به کسایی که واقعا جدی هستن و واقعا دوست دارن که بیشتر بدونن و اطلاعات بگیرن، حتما پیشنهاد میکنم که از طریق میتونین پیج منیجر جان، همونجوری که گفتن منیجر ساده هستن، منیجر جون بعدن میتونید شما روی همونجوری که همیشه هم میذارید، میتونید پایین توی کامنت هاتونم ایمیلتون رو در واقع بذارید، میتونید توی ایمیل منیجر جون ثبت نام کنید، اسم و فامیل و ایمیلتون رو باید بدیم، یه فضای کاملا ساپورت شده و سکیور هستش. و چیزی که فقط من همیشه میگم، وقتی که ایمیل براتون فرستاده میشه، چون دفعه اول هستش و سکیوریتی سیستم ها الان خیلی بالا هست که چیز خوبی هست، ممکنه ایمیلا بره توی قسمت اسپم یا جانک میل باکستون، برای همین حتما بعد از 24 ساعت اگه نگرفتین ایمیلی از منیجر جون، که اینا همه ایمیل اتوماتیک هم هست، خوبیش اینه که ما وقتی برای این کارا نمیذاریم، اون ایمیل رو باید برن تو قسمت جانک یا اسپمش، منتقلشون کنن توی این باکسشون. وقتی منتقل میکنن توی این باکسشون، هم میتونن برن اون وبینار 90 دقیقه رو همون موقع ببینن. این وبینارا سه شنبه و پنج شنبه ها هم لایف هست، یعنی اگه یه دونش رو از دست دادین، یا میتونید همون پلی بکش رو ببینید، یا میتونن وایسن سه شنبه و پنج شنبه لایوش رو ببینن. لایوش من خودم خیلی همیشه لایوش رو دوست داشتم نگاه کنم، چون احساس میکردم که همون موقع با کسایی که دارن صحبت میکنن میتونم ارتباط برقرار کنم، لایوش رو نگاه میکردم. ولی خب اینجوری خیلی بهتره که مطمئن بشن که توی اسپم و جانکشون اگه رفته، از اونجا بگیرنش بذارن تو این باکس، و از اونجا دیگه میتونید با منیجر جون در ارتباط باشین و مراحل بعدی رو، حالا چه با من چه با منیجر جان، میتونید دنبال کنید و از اونجا دیگه ایشالله بتونیم خیلی از عزیزان رو در واقع این ور کامرا که با ما جوین میکنن ببینیم. همینطوره، حتما حتما. سوال پرسیدن ایرادی نداره دیگه، هزینه آنچنانی هم نداره، میتونن تحقیق کنن، از ما بپرسن، ما در خدمتشون هستیم، هم محسا جان هم من، میتونیم پاسخگوی سوالاتون باشیم، شما میتونید ما رو فالو کنیم و به یه سری از سوالاتون هم برسین حتی این شکلی. دقیقاً محسا جان، خیلی توضیحاتت کامل بود، یعنی نکاتی اشاره کردی که منم تو ذهنم نبود الان بگم، ولی خیلی خوب، مرسی ازت که
قربونت بازم مرسی از اینکه دعوت من پذیرفتی اومدی. ما هم همیشه از تجربیات همه عزیزان استفاده میکنیم و خیلی جالب بود که داستان شما رو ما بشنویم و ببینیم که اونجا چه جوری بوده، اون سر دنیا به قول معروف داشتی چی کار میکردی و چطور شد که اینجا پیوستی. و خیلی خوشحالیم که واقعا توی یک کامیونیتی خیلی بزرگ، حتی ایرانی ها، حالا بگذاریم که اینترنشنال هستیم، ولی ایرانی های بسیار عالی و ساپورتیوی توی این کامیونیتی داریم و خیلی خیلی عالی هستش که بتونیم خیلی از عزیزان دیگر هم اینجا کنارمون داشته باشیم. پس ما دیگه اینجا با همه عزیزان خدافظی میکنیم و مطمئنن چه منیجر جان چه من لایو زیاد میذاریم و خیلی از سوالای دیگر رو هم جواب میدیم. و همونجور که گفتی اگه کسی دوست نداره حتی توی همین لایو سوال مستقیم بپرسه، میتونید به منیجر جون توی مسنجرش یا حتی توی یوتیوب هستن، توی تیک تاک هستن، میتونید مسیج بدین، سوالاتون رو اونجوری هم میتونید بپرسید و ما همینجوری جاهای مختلف هستیم که باهاتون کانکت بشیم. امیدوارم همگی شب و روز خیلی خوبی داشته باشن. منیجر جان شما هم اگه دوست داری خدافظی کنیم با همه عزیزانمون. مرسی ازت مهسا جان، ابتدا از تو ممنونم و ممنون از همه اونای کسایی که ویدیو رو تماشا میکنن و امیدوارم که روز و روزگارتون خوش باشه. شب و روز همگی بخیر. خدا نگهدار. خدافظ.